آقا من ساکت شو. شما اصلا فکر کردی کاری که داری انجام میدی جرمش چقدر زیاده؟ یه لحظه فکر زن بچت بودی رفتی این کارو کردی؟ بچه مردم رو گرو برداشتی که رضایت بگیرین؟ حاج آقا من خواهش می‌کنم ساکت شو. ساکت باش دیگه حاج آقا. تو هم ساکت باش. ما اصلا نمیخواستیم این کارو بکنیم. اتفاقی شد. باشه من میخواستم ببرم بچه رو تحویل بدم. این نذاشت. داره دروغ میگه حاج آقا. چه دروغی؟ آقا اصلا تو زندگی ما چی میخوای؟ ما اگه نخوایم شما رو ببینیم کیو باید ببینیم؟ آویزون خانواده ما شده، از خونه ما نمیره بیرون. همون روزی که این رفت پولو دزدید، برد داد به ملک حاج آقا. من اعتراض دارم. تو ساکت شو، تو ساکت شو. مسعود ببینم چی شد. حاج آقا رفت پول دزدید، بعد داد به آقای ملکزاده جای حساب قبلی من. همون روز بعد بیرونش میکردم از خونه. پولو دزدید؟ از کی دزدید؟ از خودش بپرسین حاج آقا. حاج من میتونم یه چیز بگم؟ بله بفرمایید. خیلی نامردی. حاجی گفت چرا گفت؟ حاجی من همه این کارا به خاطر خودش کردم. چی به خاطر خودش کردم؟ منو بدبخت کردی. این همین الان از خونه من بره بیرون. خیلی بارو بی‌معرفتی. بلکن مسعود جان، مسعود جان بلکن الان موقعی حرفا نیست. بگو ببینم پول از کی دزدیدی؟ حاجی من ندزدیدم. این از یه ماشین یه خانمی افتاد جلو. افتاد جلو. نه حاجی منظورم که این خانم اومد بپیشه با سرعت بیاد تو کوچه بیاد در خونهشون، این نیروی گریز از مرکز کیف از ماشینش اینجوری پرت کرد بیرون، بعد من چون بغل بودم این کیفه هی اومد سمت من، کشیدم عقب ولی همینجوری صاف اومد تو جیبم افتاد. دروغ نمیگم به چون خودم به جونه ایشون. دیدی حاجی بیا برو بیرون از خونه. دیدی حاجی داره دروغ میگه. بیا برو بیرون. داره مغلطه میکنه. بیا برو بیرون. آدمای خونه به من عادت کردن. آقا مسعود بده. بیا برو بیرون. بیا برو بیرون. مسعود ول کن. آقا مسعود برو بیرون. خودت بپوش برو. حاجی من چی میگه؟ ما آخه کجا دارم برم؟ من به این عادت کردم. خانواده این عین خانواده منن. خانواده منم عین خانواده اینن. مسعود این داداشمه. من توی این شرایط مسعود رو نمیکنم بزنم برم. آقا ما که قیم تو نیستیم که تو رو بزرگ کنیم. برو به زندگیت برس. نمیخوام تو خونمون بمونی. آقا خسرو شما اصلا خانواده داری؟ بله حاجی. کجا؟ قطعه 217 بهسران حاجی. ولی الان در حال حاضر عمم هست که شوهرم هم نمیذاره برم من ببینمش. توی بدبختی گیر کردم. بعد که اومدم اینجا واقعا عادت کردم. مسعود عین داداشمه، عین همین عممه، عین شوهرممه. حاجی یه موقع پیش خودم میگم اگه این مریضی مسعود واقعی باشه، اگه مسعود رفتنی باشه من باید چیکار کنم؟ حاجی دل من عین گنجش که من طاقت نمیارم. اگه مسعود بره من برم کجا زندگی کنم؟ کجا لونه کنم؟ کجا دونه بخورم؟ یه گنجش. خسرو جان. آقا خسرو تو که اینقدر دلت پاکه چرا دست به کارهای خلاف میزنی؟ چرا دزدی میکنی؟ چرا میفتی زندان؟ ای بابا آجی ما شدیم خسروی پیشونی سیاه. این مهر زندان خورده رو پیشونی ما. کسی به ما اطمینان نمیکنه کار درستایی بده دستمون وایسیم کار کنیم. ارون ناشاری در دزدی میکنه باشه. این مسعود میدونه. دستو بنداز. این حرفه‌ایه. کجا در دزدی؟ 10 تن ماهی از شیلات دزدیده. آجی چه فکرایی میکنه؟ آجی ما یه آدم کلک باحالی هستی ولی با صداقت. آجی این 10 تومن ماهی که میگه 10 تومن ماهی نی، 10 تا دونه تون ماهی از سوپرمارکت من دزدیدم برای اون منو برده زندان. آجی 10 تا تومن ماهی دزدیدی؟ میگی 10 تومن ماهی دزدیدم؟ نگاه کن آجی همینجوری هم اشتباه میشه. من در جمله دروغ نگفتم، درست گفتم. متو شنونده باید عاقل باشه آجی. برای چی با احساسات من تو زندان بازی کردی؟ چرا دروغ گفتی؟ اون موقعی که به نفعمون بود که جلو شرم یاکوزا کم نمیوردی فکر کنی 10 تومن ماهیه. ولی موقع نمیخوام نصفش بریزه سر بگیرم بزنم. خیلی خوب، خیلی خوب. اینقدر از افتخاراتتون نمیخواد بگی. آجی دستو بنداز. فراسو میاد در خونه. با هم میریم اونجایی که کیفو دزدیدی. خسارت طرف رو میدیم بعدم ازش حلالیت میگیریم. چشم آجی بعدم شما رو میفرستم پیش یکی از دوستام که بری سر کار من بعد بشی خسروی پیشانی سفید. قربونت برم آجی. آجی پیشونی سفید و پیشونی سیاه نداره، همون چهارپا میگیری. آجی بگین شوخی نکن. ببین در خودش من منظورم اون نبود آقای مسعود خان. آجی شما خیلی آدم با شرافتی هستین، دستتون درد نکنه. من که دیگه وقت ندارم، دارم کارهای اون برام میکنم. آخرت دیگه باید برم اون ور. شما تمام انرژی تو بذار واسه این، ببرش خونه خودت، بوده که کار درست حسابی بهش بده، آدم شه، پس فردا آخر بعد به خیر بشه. بخوا بری اون برای اینه کاری کمک چیزی که نمیتونه. نه خدا رو شکر تکلیف ما معلوم شده. دقیقه بایسته 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 یه تکه برات سخت بدی بالا، من خودم میرم. ببین آجا همین فیلم بازی کردن ها شخصه من رو خورد میکن. چطوری خوشه؟ اه سلام چطوری؟ خوبی آج آقا؟ یکی دیگه از معضلات زندگی من همین الان وارد شد. آج آقا یه بخشی از انرژیتون هم بذاریم برای درمان این. چه گندی زدی تو؟ من چه گندی زدم؟ گندی نزدم. اون امانتم رسوندم دست آبش. رسوندی دست آبش؟ پس چرا باباش زنگ میزن سر من این داد میزن؟ حالا بعدم براتون توضیح میدم. جلو حاج صابر درست نیست. آقا سعید بچه رو به کی تحویل دادی؟ ها؟ ب... نه... ت...
گفت اون همه چی گفت دیگه جلوش رو هم نمیرم. یعنی بچه روز رسوندم دست عموشنی برادر باباش همون پیام بازرگان. بفرمایید. خب خدا رو شکر. مهم اینه که شما متوجه شدین که اشتباه کردین، بچه رو تحویل صاحبش دادید. بله. من دیگه باید برم، کار دارم. خواهش میکنم بدون من کاری انجام ندید. کار بی خودی انجام ندید. چش چش با شما. با من هماهنگ بشید. چش 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 خیالم راحت بشه. خیالتون راحت بشه. چش خدافظ. خدافظ. ممنون آقا. خدافظ. لطف کردید. چیه؟ چرا اینجوری نگاه می‌کنین؟ چجوری نگات کنیم؟ من حالا چرا آی صابر نگفتم برای چی رفتی دادی به دعاشش بچه رو؟ چه میدونستم باباش کجاست؟ من یه آدرس بلد بودم، اونم همون خونه بود. ببین داره میپیچونه ما رو. اشکال نداره مسعود جون، از این به بعد این هم دست ما حساب میشه. ما رو بگیرن، اینم میگیرن، دیگه ولش هم نمیکنن. چون بچه قیافش رو دیده میشناسه، اما این جریان رو میدونه، صداش هم عین صدای من تابلوه. تازه ما هم همه چی اعتراف میکنیم، جرمای اضافه منم میخوره پای این. بابا اصلا خوبی کردم به شما نیومده، من رفتم. کجا کجا میرم؟ به خاطر که هر گندی که میخوایم بزنیم میخوایم بندازین گردن من. سعید بابا چرا اینجوری میکنی؟ سر به سرش نزا گن میزنه. چرا کارتو میسپره؟ هیچی نگو، هیچی نگو. آجاقا چایی آوردم برای تو، هم برای همه چایی بیاره. آجاقا کار داشت رفت. بابا جان بهانه کردم چایی رو اومدم بیرون. برو جواب احمد بده دیگه. چی شده مگه؟ میگه هیچی، نشسته زیر زبون رحمت دایی داره میکشه. هر چی بود و نبود و هر بدبختی که به سرمون اومد همه رو رحمت دایی بهش گفت. بابا این رحمت دایی دیگه چیه؟ توی همه بدبختیمون اونو چیکارش کنیم؟ عمه تو رو کجای دلم بذارم؟ صبر کن، این که هیچی، کلید کرده میخواد زنگ بزنه به بابای سمیرا همه چیزو بهش بگه. اون کاری نداره، برو فاطمه تو بیار تلفن از همینجا قطع کن. صبر کن ببینه. خب بابا مول زنگ میزنه. راست میگه. خب سیم کارت تو موبایلش درار. خب اونجوری هم کار نداره که میپره سر کوچه با از این تلفن کارتیا زنگ میزنه. کارت تو کیفش بردار. راست میگه. اونجوری هم میپره میره مخابرات زنگ میزنه. بابا تو با عمه یا با ما؟ معلوم با تو هم. خب نذار بره تلفن کنه. چقدر خونه شما بی خودیش اونو بده. تو یکی چی سر آوردی؟ کیه این؟ سر. ای داده بیداد باز این جوب اومد که چیه؟ کسی رفته زیر ماشین؟ نه نه بود کسی رو بردن زیر؟ نه با خواهد من کسی رو اعدام کردن؟ نه دیگه نگو دیگه. خیلی خب بابا خانواده بزرگانی با عره اورو دارم میان اینجا همه گیر. خب خواستگاره اومده، خواستگاره خواهد به سرم رفت فک و فامیلش آورد گلی. آقا برام اومده، آقا برام اومده، چه کار کنه؟ بریم تو پوالتر. بچه کوچکم داره با خانواده بزرگانی میاد. ای جا خواهر زدم همو چی خواهر باید دری من و اوزا خیته. مسعود جان، مسعود کجا؟ کجا دارم میام؟ من حوصله اینا ندارم، بگو که مسعود نیست. منم که خوابم، منم که نیستم. من بس من برم در آبا کنم. من برم. کجا سب کن سب کن. اصلا سلام نیست شما در باز کنه، من یکی دیگه بره در باز. خب کی بره در باز کنه؟ خودت برو در باز کن. راست میگی. نه آقا بهرام کجا بری در باز بکنی؟ هنو در نزده بخوایم برین در باز بکنی، نمیگن ما هول شدیم. ما گل چرا اینجا وایسادی؟ من در باز کنم. نه نمیخواد داری در باز کنی. کی در باز بکنه؟ چای درست کن. بابا زشت اومدن دیگه. اهی بابا این چیه پوشیدی پس؟ آقا بهرام برو شلوارتو عوض کن دیگه. الو ببین ناصر، بابا منو برداشتن آوردن. آره بابا آوردن جلوی در خونه اینا. من تن و بدنم همینجوری داره بیس بیت میلرزه. من نمیدونم چی کار باید بکنم. من نمی فقط میدونم گند ماجرا در پیام اومدم. همون اومدم. ببین ناصر بابا چی شد؟ همه رو علاف کردی، زود باش. ببین بهت زنگ میزنم، بهت زنگ میزنم. میاد من بهم فشار میارم. رفتم الان بهت زنگ میزنم. دوست داری وایسی بخاطر شما؟ عمو زنگ بزن. تلفن دارم حرف میزنم. زنگ بزنی سری در بزنی شاید خراب بشه. خراب نیست زنگشون. سلام. بابا سلام علیکم. سلام سلام سلام. خیلی خوشم اومد. سلام علیکم. حال شما؟ آقای بازرگان خوب کردین رفتین، خانوادت جمع کردین آوردین. بدون خانواده برای خانواده عروس فوشه. فوشه فوشه. خوبی خاله تو اینجا چی کار میکنی؟ دایت میدونه اومدی اینجا؟ رفته بودم خونه اینا. ببخشید این بچه شما میشناسی؟ بله بله من میشناسم. ایشون خواهرزاده آقا خسران، آقای مهندس. بفرمایید بفرمایید. حرف گوش نمی‌کنی شما. جناب بازرگانی عزیز، خوش اومدی خرم رنج. بفرمایید چرا جلو در باز دارین؟ بخواید کار بریم با عزتتون مرخص. یعنی میخواین خواستگاری رو تو کوچه برگزار کنی؟ اینکه زایه بازی دیگه. بفرمایید بفرمایید. یه چای داغ می‌خوام. بفرمایید داخل. بفرمایید بفرمایید. بفرمایید. قربون شما چطوری؟ خیلی خوش آمدید. خیلی خوش آمدید.
بدبخت شدیم. کجا داری میری؟ من بچه دوز نبودم. من این چیکار نکردم؟ بگیش یه فکر بکنم. من میترسم. اینا برای چی اومدن اینجا آخه؟ که برای خواستگاری اومدن. چی خواستگاری؟ اگه اون بچه هرچی که میدونه بگه اون موقع بدبخت شدیم. اصلا نکنه اینا ما رو میخوان نگهدارن تا پلیس برسه. کمین گذاشتن؟ پلیس برای چی؟ میخوان به هوای خواستگاری سر ما رو گرم کنن تا پلیس از راه برسه ما رو بازداشت کنن. حالا تو چرا انقدر ترسیدی؟ من؟ خب مگه نشنیدی خسرو چی گفت؟ اون بچه منم دیده. اگه پلیس از راه برسه به جرم بچه دزدی فکر میکنه منم با شما هم دست بودم. خب راست میگه. از بچه میپرسم میگه چند نفر بودن؟ اونا میگه 3 نفر. بعد به ما میگن اون یه نفر دیگه تون کو. منم نمیخوام ولی مجبورم بگم که اینم بوده. ببخشید من میرم. حالم بده. آب دهنم خوش شده. من با پلیس کاری ندارم. فقط گلرخ و سمیرا نفهمن. اونا سکته میکنن. اوخ بدبخت شدیم. تو برو اونور. من تو برو این ببین. من میرم اونور. سمیرا. باز کن درو دیگه. سمیرا. آروم. چی کار داری میکنی؟ پس چرا درو قفل کردی؟ سمیرا. سمیرا اینا از جون ما چی میخوان اینجا؟ گلیو اون اصلا هیچ نقشی توی این داستان نداره. عروسه چطور نقشی نداره؟ اومدن خواستگاری. تو هم نقش داری. برادر بزرگی باید بیای رضایت بدی. بودو حاضر شو برو دیگه سوت باش. من نه یه لحظه وایسی. نه محسود ببین چون عصبیه اونها عصبیان. یه موقع یه چیزی این وسط رد و بدل میشه. اصلا خواستگاری گل و خانم به هم میخوره. من دعوام میشه. بیا برو تو اتاق. بیا برو تو اتاق. نه من آرومش میکنم. قول میدم آرومش کنم. یه روب دیگه بیا. خب بودو سعی بودو. من اون میخواد خواهرش ازدواج کنه. من برای چی بیام؟ این دو تا بزرگتر هستن. هم آقا برام هم هر ازدواج دارم. برو. من قول میدم جفتشون یه رو دیگه بردارم بیارم پایین. اینجوری هم به من نگاه نکنه. شخصا من ربطی پیدا نمیکنه. درسته من اومدم همه مشکلات رو حل کنم. ولی این مشکل به شعبه من نمیخوره. کسی به شما اصرار نکرد. برو بگو زود بیام. چش. خوش اومدین. قدم رنجا فرمیدین. صفا بود. بفرمایین. از خودتون پذیرایی کنید. خب خیلی خوش اومدین. خیلی خواهش میکنم. آقا بفرمایین. خانم خجالتم ندین. بفرمایین. ازدواج خیلی خوبه. خیلی. انسان در هر سنی که باشه یه همدم میخواد. اونم فرشته باشه. گلرا خانم بی زحمت چای بیارین. آقا بهرام میاره. حالا دیگه یه دقیقه صبر داشته باشین شما. ای بابا. داشتم میگفتم. ازدواج یک سنت حسنه است. ببخش آقای محترم، مثل این که متوجه نیستیم. ما برای خواستگاری اینجا نیومدیم، برای یه کار دیگه اینجا هستیم. بله. مهتاب عمو جون، با یه خانواده محترم که اینجوری برخورد نمیکنه اجازه بده حرفشون رو بزنن. عمو جان، مهتاب راست میگه، ما واسه یه کار دیگه اومدیم اینجا. ای خانم، چه کاری مهمتر از خواستگاری؟ وقت واسه صحبت‌های متفرقه زیاده. ایشالله با امید خدا اگه این وصلت صورت بگیره برادر شما هم میاد یه رضایت میده. شوهر منم دیگه نمیره زندان. اینا هم با امید خدا میرن سراغ زندگیشون. خب من ولی فکر میکنم باید قبلش تکلیف این بچه معلوم بشه. کدوم بچه؟ همین آقا پژمان دیگه. این بچه چه کاره شماست؟ آها پژمان. فرزاد آقا خسرو واقعا؟ فرزاد خسرو دیگه. نخیر نیستم. هستین دیگه؟ نیستم. هستی آقا؟ نیستم. ای خانم کلافش کردی. حالش میگی؟ ای خانم جون این بچه از چه حالش میشه؟ این حرفا چی؟ الان با داییش لج کرده داره اینطوری میگه. وگرنه داییش مرض که نداشته. بگی من داییشم ها مرض داشته. خیلی خوب خانم مثلا گیرم که حرف شما درست. این بچه خونه ما چیکار میکرد؟ بابا زن داشت من گفتم دیگه این بچه دوست منه دیگه. این حرف بابا اگه بچه دوست توه تو این خونه چی کار میکنه آخه؟ از سای بنده توضیح میدم آقا برام. خیلی عذر میخوام، لازم نیست شما توضیح دید. من توضیح رو از گلرو خانم میخوام. ببینید اول زندگی زناشویی دوتا جوان باید همه چیز روشن بشه. این بچه کیه؟ اینو به من بگی. حالا چرا گیر دادین به این بچه؟ بچه یه بنده خدا هست دیگه. عروس خانم چای بیار. نه خانم چای نیار. خانم باید تکلیفمون معلوم بشه آخه. من میخوام بدونم این بابای این بچه کیه. یعنی چی آخه؟ من یه بوایی داره بهم میخوره. خیلی مشکوکه فکر میکنم این قضیه. الو بابای پشمانه. بابای پشمانه ناصره؟ زارعی ناصر زارعی. بیا پشمانجا گوشی بیا پشمانجا پشت صحبت کن. الو الهی قربونت برم بابایی. گوش کن ببینیم چی بهت میگم. هرچی عمو پیام میگه خشن به حرفاش گوش کن. باشه بدونم. عمو پیام قرار تو رو بیاره پیش من و مامانت. باشه بدونم. گوشی مامانت خود باید حرف بزنه. ببین الو
الو سلام مامان، حالت خوبه پشمان جون؟ الهی قربونت برم، دلم برات یه ذره شده. منم دلم تنگ شده، اما واسه شما بیشتر از بابام تنگ شده. آخه بد من صحبت کنم یه لحظه. نه من میخوام بابام صحبت باش کنم. باش یه دقیقه بده به من. الو، نه بابا، نه اذیت نمیکنه، بچه خیلی خوبیه. یه لحظه گوشی دستتون باشه، من الان میام بیرون بهتون آدرس میدم. ببخشید من آدرسو بدم تو حیاط الان. بابا اینجا چه خبره؟ دارم گیج میشم. والا ما هم از زمانی که پامونو گذاشیم توی خونه گیج شدیم. پس خسرو این وسط چی کار است؟ بچه رو از کجا گیر آورده ها؟ حالا اونش مهم نیست. آقا بهرام شما ماشاءالله وقت گیر آوردی ها. بابا مهم مهتاب خانم بود که خیرش راحت بشه که شد. تمام. حالا اگه اشکالی نداره با ایزه بزرگترا بگیم گورو خانم چای رو بیاره. نه آقا خواهش میکنم، چه اشکالی داره؟ خیلی هم خوبه. گلی چای بیار. آره بابا، میگم گند قصیه داره تر میاد. اگه از اول پول منو داده بودی دیگه کار به اینجا نمیکشید. ببین دارم میگم به منم شک کردن، اصلا چارچشمی دارم به من نگاه میکنن، نمیذارم من بچه رو خونه تکون بدم. حالا بذار ببینم چه غلطی میکنم. ناصر فقط یه زحمتی بکشون پول رو بیار برای من، داریم پول لازم. نمیگم بیانی خب حیان بازرگانی این برم. معلوم است چه غلطی دارید میکنید شما؟ چرا بچه رو تحویل داده شد ندی؟ شما بالا چی کار میکنید؟ به شما چه ربطی داره؟ یه بار دیگه اسم منو با فامیلم صدا کنید من میدونم با تو چی میگه این؟ اسمو با فامیل صدا میکنن دیگه، بیان پایین آبروی خودتو اون داشه کلو بردار تو با هم ببرن. تو غلط میکنی؟ همه تقصیر گردن شماست بابا، همه به من شک کردن. اون طرف عموم و زن دوم ناصر، از این طرف خانواده شما. باید این گند رو یه جوری جمع جورش کنیم. شما واسین داری به من میخندین. بریم ببینیم بابا. حرف نزن. خب انقدر اونو نزن که همه به شک کنن. ببین داداش این چقدر گند زده تا حالا. این بدتر از داداشش. آره من فکر کردم الان خودم گفتم تو زن دوم. ببین حالا باید چیکار کنیم؟ نمیدونم، منم نمیدونم چه غلطی باید بکنم. ببین سهمشو بدیم بچه رو بگیریم دیگه. سهم چه؟ حرف سهم نیست، داره میگه همه چارچشمی بچه رو میپون نمیتونه بیاره. من این چیزا حالی نیست، من بچه‌مو میخوام. ببین اگه به پیام سهمشو بدی من مطمئنم هر جور شده بچه رو میگیره. دارم میگم نمیشه، نمیتونه. میگیری چرا میشه؟ چرا میشه؟ تو نمیخوای. اگه بچه خودت هم بود همین کارا رو میکردی. چرا نمی؟ چرا ادعاطوار در میری؟ دارم میگم بچه اونجا گیره. اصلا من چیزا حالی نیست. کجا داری میری بابا؟ یه دقیقه وایسا. وایس نزن، داری خراب میکنی همه چیو. زهر مار، درد بی درمون. اگه گذاشتم یه چایی بدم دست داماد دق کردم، دق. بله بله. سلام آقا. آقا ببخشید میشه بریم بچه منو بیاریم؟ به من گفتن اینجاست. شما؟ من مادرشم، مادر پژمان، مادر بچه. باشه باشه، خیلی متشکرم. گلو خانم بعد چای چی شد؟ چای بیار. به روی چشم آوردم. بیار دستت درد نکنه. به به چه چای خوش رنگ، دستت درد نکنه. بچه رو بیاری مادر بچه اومده ببرتش. بیا چای گفتم یه کاسه زیر نیم کاسه هست. بابا این بچه این نیست، داره دروغ میگه. چی میگی خانم؟ بابا بچه خودمه. کجا میری؟ تا نگه پیام از کجا میشناسی و با ناصر چه ارتباطی داری نمیذارم بری. زن دوست بذاری من بهتون بگم. ببین این زنه دوست منه. بابا من تلفن زدم بهش گفتم بیاد بچه‌شو برداره ببره. بابا بعد مدرکشون بده که بچه توه. ای بابا چیکارش داری بنده خدا؟ چه چیزی مهمتر از این که بچه مادرشو میشناسه ها؟ نه خیر، من باید بدونم. اصلا دلم میخواد بدونم آقا جون بابای این بچه کیه؟ خیلی خوب بیا خانم، بیا بیا اینم مدرک باز کن. دیگه چی میخوای؟ ببینم. بیا ببین باباشو چه کاری؟ باباشو بخواد چه کار؟ باباش برای چی؟ درست میگه. بده من آقا، بچه تو این خونه چی کار میکنه؟ باشید باشید یه لحظه باشید. سلام همگی. سلام. یه جون مامانت اومد من اشتر ببرش با پدرم رو در آورد. مامان این دایی خسروه. ساکت باش، فکر خواهرم من نشناسه. معرفی میکنم خواهرم همه همگی خواهرم. من اشتر ببرش، خیلی بچه بدی بود. خیلی بله دستتون درد نکنه. خیلی هم بچه خوبی بوده، اصلا هم به دایش نرفته. بالاخره حلال زاده است که به عموش میره دیگه. به دایش میره؟ نه دیگه، علم جدید میگه عمو دیگه. بله دستتون درد نکنه. خدافظ داداش. خدافظ. خدافظ خانم. ببخشید بس کی بچه رو آورد تو خونه برادر من؟ بله. پیام 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 تو این بچه رو از کجا میشناسی بابا؟ اصلا
واسه چی آوردیش خونه ما؟ ناصر گفت. ناصر گفت؟ بگو برای چی گفت؟ آن گفتش که این بچه یخی خانم رو ما بدوزیم. آره آره گفتش که بچه خانم رو ما بدوزیم برای اینکه چکوسوفتای ناصر بیاره پس بده. مطلب تو شما که میدونی که این همونی که ما دود ماشین رو داشت میبرد. حالا به هم خورد از قیافتو. خاش بر سر بی شعور احمق تو. من یه پدری از تو و ناصر درگیرم که فریدون چه رفتی داره برادر زاده ها ناتوان دیگه با اونام که حلال زدن به داییشون رفتن دیگه داموشون یه دفعه عمو یه دفعه دایی دیگه آبجی خواهرم همگی خواهرم آبجی شما بردارین بچه رو ببر اصلا نمیخواد شکایت کنی خودم هم میدونم با اینا چیکار کنم آقا اصلا فکر کنی یه نفر اومده بود بچه ناصر خان رو دزدیده بود چه حالی پیدا میکرد سلامت خوش آمدید خانم تو رو خدا ببخشین اینا نادونن یه موقع شکایت نکنی ما آبرون میره اینا احمقن بله چش شما برو خدا 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 عمو خدا بزنید واقعا که بریم بابا فقط من دستم به ناصر نرسه دستم به این نامرد نرسه بریم کجا ناصر بریم خونه خودتون رو کسر نکنید فریدون از هر چه بگذری سخن خواستگاری خوشتر است و یعنی چی پس خواستگاری چی میشه من از شما معذرت میخوام گلده خانم من شرمندم من کار اینا رو ردیف کنم برمیگردم لازم نکره برگردی ما دختر به بچه دوز جماعت نمیدیم برو به کارت ببین نزا دهنم باز شیا چی داری میگید فقط چون ایشون دارن پادر میونی میکنن هر موقع دلتون خواست برای خواستگاری بیان خیلی من شما درمیکنه یه موقع این وسط ایشالله که صورت گرفت یه موقع بچه یه چیزی توی حیات دیدین ندازدین خواهشن ندازدین ببین من بدوزین هر که دوست دارم بکنم من چی گاه بیاین تشریف بیارین خوش آمده قدر من بچه خوارم خودم تو الان انقدر نهیده بودم اینو دوستیده بودم بشمان جنوم بی خود فیلم بازی نکن برو کن بچه رو چی شد چه جوری اون آوردیش بیرون گندش که در نیومد نه خیر در نیومد برو دعا کن به جون پیام خانواده اون پسره وگرنه واقعا گندش در اومده بود بریم مامان جون کجا داری میری من دیگه با تو کاری ندارم و دنبال من نیا بابا دیوانه داری در مورد من اشتباه میکنی تو اینو ببین بچه مردم رو دزدیده و من میگی داری اشتباه میکنی؟ بچه مردم رو دزدیده بچه مردم بله بچه مردم رو دزدیده خجالت نمیکشی خود بچه داری ناصر چجوری دلت اومد بچه مردم رو بدونه ناصر چیزه ببین ناصر جان ببین من مجبور شدم دیگه من مجبور شدم همه چیزو بگم دیگه به همم گفتم جریان چیه دیگه بابا من نمیتونم جلو خودم بگیرم گفتم به خاطر خانم زهری و چکوسوفته‌هاش ما مجبور شدیم که بچه‌شو بدزدیم چرا خانم خوبی بود ناصر شانس آوردیم گذشت که دیگه نه که بدبخت بودیم اصلا منم هستو چیکار میکنی ناصر اون از کاری که سر خونه کردی اون از حساب آقا جون حالم که این بچه اصلا ببینم این قضیه فروش زمینی که بابات بده کار داد چی بود رفتی فروختی ها توف کی همچی حرفی زد آخه بفرما در دبه در میاره بدبخت ما همه چی رو میدونی چی رو میدونی شما آخه کدوم زمینم و فریدون زمینای بغل اتوبان کرج رو میگم دیگه اصلا تو واقعا همچین کاری کردی خاک بر سرم ناصر یعنی واقعا خجالت میکشم بگم تو شوهرمی خجالت بکش ولی من واقعا دارم گوش کن ببین دارم چی میگم سینه خودم درگه ببین الان بلند میشی سری میری دفتر خونه قولنامه زمین رو باطل میکنی بعد یه دونه رضایتنامه می‌نویسی محضری برای خانواده بیچاره که الان مدتی اسیرشون کردی بعد ها موضوع داغه میریم برای خواستگاری البته بدون بزن به کوب و شاد چون ما داغ داریم خب عمو جون من آخه بیا آخه چی گفت؟ عمو جون گفتی عمو جون؟ ای خاک تو سرت بکنن عمو جون زهر ما رو عمو جون این کاری گفته انجام میدی و الا میدازم ات گوشه زندون بریم بچه ها عظیمه بریم عظیمه بریم ناصر بر رضایی در رو بدی بابا اینا نجاتت دادن عجب آدمی هستی بده تمامش کن بره دیگه خب کجا داری میری؟ دارم میرم دیگه نمیتونم بمونم میخوام برم یعنی حالا که همیشه تموم شد مهتابم که چیزی نفهمید دیگه بازی ها چیه؟ ناصر من اشتباه کردم من فکر میکردم بعد از مرگ شوهرم میتونم به یکی اعتماد کنم بهش تکیه کنم ولی اشتباه کردم اشتباه نکردی من کم به تو کمک کردم نه دست درد نکنه ولی تو فقط فکر خودتی
آدمی که بخواد سر خواهرش و خانواده‌اش و کلا بذاره معلوم نیست سر ما چی میخواد بیاره. تو اصلا فهمیدی این چند وقتی که پژمان گم شده بود چی به من گذشت؟ معلومه که فهمیدم، من خرکی نیستم. نفهمیدی بابا، فهمیدم. نفهمیدی چی به من گذشت. من دلم میخواست اون دزدارو بگیرم ببرم ازشون شکایت کنم که دیگه نتونن از این غلطا بکنن، ولی مجبور شدم به خاطر تو سکوت کنم، به خاطر تو هیچ چی نگم. واقعا برای خودم متاسفم. بابا وایسی دیگه، حالا چی چی بازه با هم حرف بزنی؟ بابا به خدا من تو پژمان دوست دارم. دیگه برای این حرفا خیلی دیر شده. همه پولایی هم که به داییم دادی با تمام چیزایی که به خودم دادی همه رو می‌ریزم به حسابت. چه حرف پول زد بابا؟ پشمان به مامان بگو یه دقیقه بذار. آقا یه لحظه. آقا رفت پشت سر مسافر. میگه چه غلطی میکنی دوباره؟ ای بابا چرا چه هی منو میزنی آخه؟ این چه کاری تو میکنی؟ این همه من برای تو زحمت میکشم، این همه کار میکنم برای تو، دهنم اونجا اگر باز کردم آبرو حیثیتت رفته بود. حالا که چی؟ اینا برات اهمیت نداره؟ بابا پول منو بده، دستمزد منو بده، این سهم منو بده. که چی بشه؟ پولو برداری بری زهرماری بگیری گم بزنی توش؟ به شما ربطی داره من با پولم چیکار میکنم؟ اونم حرفی. بله. چشم. شما تشریف بیار تو، من تقدیمت کنم. بریم تو میدی؟ بله تشریف بیارین شما. بریم. عجب خونه زندگیه. با حالی داری یا زن با سلیقه داشتی یا عیب شد میتونست پدرتو در بیاره نیاورد. یه کیف از اون تا کیف مشکی برو پول بردارم. چقدر بردارم؟ اندازه اون زهرماری دیگه. اون اتاق اولیه؟ بله همینجا. یه غمی تو صورتت میبینم داداش. برو ناراحت نباش برمیگرده. بس راست گفتن پشت سر یه مسافر گریه شکون نداره نداره. کیف کجا هست حالا ناصر؟ اینجاست. ناصر ببین اینقدر اون تو میمونی تا اون زهرماری رو ترکش کنی، من دیگه حاضر نیستم به خاطر اون گفتی هی به تو باج بدم. گرفتی؟ بابا این مسخره بازیه چیه؟ در باز کن ببینم. خیلی مسخره در در دیگه. ناصر باز کن میگم این درو. ناصر ببین عجب آدمی هستی ناصر. بابا من این همه امروز برای تو کار انجام دادم، این همه نجاتت دادم، خیلی نامردی. باز کن این درو. بس کن دیگه. ناصر بابا این کارا چی میکنه؟ من داشتم میمردم. این زهرماری رو ترکش کن بره. بیا باز دوباره شروع شه. زهرماری کجا بوده؟ تو تا حالا دیدی من زهرماری میکشم اصلا به این هیکل میخوره؟ اصلا میدونی اون روزی که آقا جون مر چه اتفاقی افتاد؟ باز دوباره شروع. نه میدونی؟ آره میدونم. بابا بیا این رازه رو همینجا بین خودمون چالش کنیم تموم شه. بابا مثل سگ من پشیمونم. یه نمیخوام مثل سگ پشیمون باشی چون آقا جون خودش مرد. خودش مرد؟ آقا جون واقعا پاش پیش خورد از پله افتاد پایین. عجب آدم نامردی هستی تو. من نامرد نیستم، دستت بنداز. تو قاطی. چون تو همون موقع انقدر مواد زده بودی تو هپروت بودی اصلا هیچی حالیت نبود. من واسه همین گفتم تو منو هول دادی، منم خوردم با آقا جون، آقا جون از پله افتاد پایین. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه تو توهم داشتی. توهم. اینم به جای اون پولی که می‌خواستی ازم بگیری. دیگه نمی‌خوای عذاب وجدان داشته باشی. واسه اینه که میگم اون زهرماری رو ترکش کن. گرفتی؟ بهرام یادت نره دیگه سفارشتو نمی کنم. چش خیالت راحت راحت باشه. نه تر وقت مناسب پیده کردم حتما قضیه فرشتگان رو مطرح میکنم. چشم. آو قربون دایی جون، یه خورده سر کنیم ببینیم این کار بیچاره گولی چی میشه، بعدم فکر شما باشه. چش خیالت راحت نشه. میترسی تو من داری؟ اصلا ناراحت نباش، خودم قضیه راحت میکنم. بریم راه میفتیم بریم. دیر شد خواست کاری. سلام علیکم. سلام علیکم جمیعاً. خوش اومدین. بفرم. خوش بفرم. بابا کجا شما دو ساعته؟ این گره خانم بیچاره میخواست چای بیاره. این بچه ها میگفتن نه سب کنیم بزن آقا بهرام اینا بیاد. اما آن از دست این خانم ها دو ساعت طول میکشه که خودشون آماده کنن. خود دو ساعت رحمت دایره خوشگل میکردین، حالا میگی ما دیر کرده ما دیر نکرد.
رحمت دایی به سلامتی خبریه؟ بله خبریه، نمیونی شادم. هزار ماشاءالله چه جنتلمنی هم شده. تا ببینیم چی قسمت باشه. شنیدم رضایت دادی آقا ناصری؟ بله البته به خاطر عمو جون دیگه، چون ایشون گلرو خانمو دوست داشتن گفتیم که بهتره رضایت بدیم دیگه، دیگه کدورتی وجود نداشته باشه. البته بله. مسعود بابام جان چرا اینقدر پچری؟ جان من؟ نه من از درون خیلی خوشحالم و شادم به خاطر اینکه خواستگاری خواهرمه، من از بیرون اینجوری نشون میده، یه خوردش به خاطر مریضیمه، یه مقدارش هم به خاطر خنده‌های اون آقاست. خود حالم گرفته است. البته از آقا فریدون عذرخواهی میکنم. این آقا مسعود ما ناراحته چون خواهرش داره ازدواج میکنه، مگه نه اصلا تو و بیرون نداره مگه نه؟ نه نه چرا دیگه، درست همون احساسیه داره که وقتی داشت خواهر منو میگرفت من داشتم. آخی داداش به جای این حرفا بلنش برو گل خانم بگو چای بیاره. بله بله چشم چشم همین الان. من میگم تا قبل از اینکه گل خانم بیاد به افتخار خودتون برای گل خانم یه کف مرتب بزنید همگی. چیه نترکیدن اینا اینقدر حرف زدن؟ بود دو ساعته من تو مردم اینقدر هیچ چایی رو میریزم صد میشه دوباره برمیگردونم. حال شدی؟ نه بابا فلکی نزنم، اگه بار اول همه هزار بار بردم برگردوندم اینم هزار یکم این بار. نه نه انشالله این بار دیگه بار آخره. سمیرا نگاه کن خوبه؟ خوبه؟ چیه؟ ها؟ چرا در موندی؟ گل چیه؟ بگو ببینم گلی ها؟ درد داری؟ درد داری؟ ای درد گلی، درد گلی، آخر نداشت من این جایی رو ببرم. مسعود، مسعود بودو ماشین روشن کن، بودو سمیرا دردش گرفته، بودو چی شد؟ خوردی زمین؟ درد زایمانش گرفته، بودو 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 برو ماشین تو روشن کن، بودو اما عجب پاقدن با حالی داری برو بیرم، برو، برو بیا 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 نیش تو ماشین، ماشین ناصر هست، بیا نیش کنه، شوهر اگه اینه که خودم میام اگه بیا برو، برو دیگه بودو مرسو، پرسو بیا، بیا آمدی آمدی اون وقت میگن این دختر دو ماهشه، من تا دیدمش فهمیدم خواب ماهه. عمه خانم حرف تو درسته، اینا دروغ میگن. معلومه که من درست میگم. خودت کشتی تو ما رسوندی، دو ساعت تو راهی. به امید ماشین شما بودم که زاو به بیمارستان نمیرسید اگه آقا ناصر نبود. عجله کن، حرف مفت نزن. به من میخندی؟ نه بالاخره ما از دست شما یه چای خوردیم. بنا داریم بلده بزه پودایی بشکنه. گروه خانم قسمت رو ببین، چای خواستگاری باید تو بیمارستان به ما بازم دست در نکنه. قسمت نشد دیگه، سرتون در نکنه. قسمت نشد چای مخصوص گلی رو بخوریم. من چای لاهیجان رو با چای سبز مخلوط میکنم. خوب. یه سپرم بهش عطر میزنم. نمیدونین چه رنگ و بویی پیدا میکنه. تو جدول خوندی؟ بله جدول سرگرمی. البته خوردن چایی هم تو این لیوانای پلاستیکی 100% سرطان‌زاست. آماده است بفرمایید. بشه جان. سرطان. برای مسعود هم بیا بیا اینجا ولش کن. خوابه. بیا اینجا بشه چای تو بخور. چشم. باره. چشم. ای اینا اینجا چی کار میکنن؟ اومدن مرتبه سلام 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 چی شد؟ بچه بیدونی اومد؟ چی اومد؟ چی خبر؟ چی بابا؟ نگران بودم چی باید عمل بشه دیگه؟ ای بابا عمل برای چی بشه؟ نچرخیده دیگه. چی نچرخیده؟ همون کلهه دیگه. کلهه نچرخیده؟ بعد این گرفته خوابیده؟ آره حالش خوب نیست خوابیده. حالش خوب نیست میخوابه؟ آره اینجوریه دیگه، فشار میاد پای خواب بینه بالا دیگه. بفرمایید بفرمایید. ببین خوش بریم یه قدمی بزنیم خوش باید عمل چه؟ چی؟ باید عمل چه دیگه؟ باشه عمل میشه چه تا چرا انقدر به هم ریختی؟ با خسرو خرج عمل سمیرا رو ندارم این مدت. ببین به جای اینکه کار درست حسابی بکنیم کارمون به کجا کشید، یه ذره پول الان جیبمون نیست. اشکال نداره بابا، خدا بزرگه. ببین بهم الهام شده همین الان مشکل حل میشه، دلم روشنه. بابا تو همین سمیرا دلم روشنه از کجا؟ نه وایس یکم وایس الان پول ندارم. آی صابر این چش کارو نادیدی سمیرا الهام شده. سلام آجی. سلام مسعود جان. نوکردم. عوض زحمات. خواهش می‌کنم. عمل شد؟ نه الان منتظریم داریم کارشو انجام میدیم. یه خورده. مسعود جان این پول دستت باشه. نه نه آجی دست. نه جون آجی. آخه با ما همه زحمتون گردن شماست. بگی. وقتی شنیدم سمیرا خانم رو آوردی بیمارستان حد زدم باید دست تنگ بشه.
دستم یکم پول به دست برسه. ممنونم آجی، از کجا فهمیدی؟ دوست گرامی آقا خسرو گفت. نه بابا، دیدی گفتم خدا بزرگه. خدا رو شکر دست شما در نکنه. ببخشید. برو که من آجی کاش آدم 6 هفته رفیق این شما داشته باشه. 6 هفته نه. گلی، حالا بشین شما. بشین روی صندلی. یه گلی کارت داره. بشین دیگه. ها چیه؟ چی شده؟ پول برای خرج اول سمیل آره بذار تو کیفه. کجا اومده یا با پول؟ رسیده دیگه بذار چیفه. کجا رسیده؟ برسو من نگاه کن ببینم. در خونه ای، در ماشینی، در گاوصندوقی باز که نبوده؟ نه مطمئن؟ باش صابر آورده برام. آره میپرسم ها. بپرس خب. خیلی آن یادم نرفته. آقا ناصر رو پیدا کن، ازش تشکر بکن، خیلی به ما لطف کرده. باشه باشه. به تعادل رسیده. من و سمیرا رو برداشت آورد اینجا، به مون رضایت داده خیلی. باشه باشه، حالا بذار بچه به دنیا بیاد. بذار جیبت دیگه، نشمر زشته. نه نه بذار ببینم زشته. پیدا کردنم باید کجا مرد. نشمر چیه؟ 3 4 5 6 آش مخلوط هم داده که. الو مهتاب، سلام. شما رسیدین؟ مشهد چطوره؟ نه همه الان جلوی در بیمارستان هم دارم راه میافتم بیام سمت خونه. تو هم یه کاری کن، یه آژانس بگیر با مشهد بیان خونه. نه خونه خودمون. باشه پس میبینم. خداحافظ. باری کلا دایی خودم. نگران نباش، همه چیزا راست ریس میکنم، همه هم بهت خبر میدم. میگم چیزی پیدا نمیشه با خالی حد باشتگی بردی ما جون آبا رو بزی نکن، من میرم الان یه چیز میگیرم. دایی رحمت بشین چی میگه چی؟ بابا یه دقیقه ساکت دیگه. آقا من 20 بار این پولو شمردم، همش اشتباه میکنم. اصلا نمیخواد اینجا بمونه. همگی برین خونه، من خودم اینجا میمونم. آره بابا اینجا خسته میشین. خسته میشین عزیز من. برین شما ما هستید. حاج آقا یه زحمت بکشین با آقا بهرام. مسعود ببرین، اصلا حالش خوب نیست. نه 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 من میخوام بچه‌م به دنیا بیاد. بعد میام. داداش میاد دیگه، میاد. اون بچه تو تاریکی بپونه واسه چیکار بکنه؟ میاد دونه یه هوایی هم میخوره. برو. نه آبجی میخوام اولین نفر باشم که دخترمو میبینه. آخه. عمش قربونش بره، هنوز نیومده. ببین همه کارا داره راستاریس میشه. بزرگش که چقدرم زیاده. کجا؟ کجا مثلا؟ من میام آب به دستورتم بزنم، حالم زیاد خوب نیست. زون بشه زبونم افتاد واسه چی؟ من نگفته بودم که الو مرسو بسه چی شده؟ بلند شد چه رو راست میگه؟ بلند کن 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 بلند کن. خدایا یه کاری کنی رفیقمون بچه‌شو ببینه. بچه باباشو نبینه کیو ببینه؟ ما رو ببینه. کجایی؟ خبری ازت نیست. مگه دیگه تو آشپزخونه نیستی؟ نه بابا ول کردم رفت. ای بی عرضه. نه یه کار بهتر پیدا کردم، توش پوله، حسابی پول پاره میکنم. ایول پس وضعت بهتره. آره بابا. حالا اینجا چیکار میکنی؟ یچی مریض آوردیم اینجا بیمارستان، بعد بقیه گشنه‌شون اومدم یه ذره حلوله بگیرم ببرم براشون. حیف شد. چطور؟ چون یکی رو می‌خواستم اینجا بذارم جای خودم با حقوق خوب، خودم برم زعفرونه مغازه سوپرمارکت زدم برم اونجا وایسم. حقوقش چجوریه؟ خوبه، خیلی حقوقش خوبه. بالا. این قولشو به کسی نده، خودم میام. پس اونجوری هم که میگفتی وضعیت خوب نیست. نه وضعم که خوبه، داریم پول پاره میکنیم، ولی کلا کار مغازه رو دوست دارم. میدونی از صبح میای گردگیری میکنی، تی میکشی، جارو میکنی، بعد آدمای مختلف میان میرن. صبح زود منتظرم باش. سعید پولش. فردا صبح میام، اول صبح اینجا کارامو شروع میکنم، از حقوقم کم کن. عجب آدمی هستی تو بابا. چی میشه آجا؟ دلم خیلی شور میزنه. امیدتون به خدا باشه. شما بگین دیگه همون. خواهش میکنم. آقای دکتر حالش چطوره؟ امیدی هست؟ البته که هست. حالش عالیه. دارش. سلامش هم بهش زدین. یه آنفولانزای شدیده.
الان یکم بهتر شده. بعد استراحت کنه. دستتون درد نکنه. زحمت کشید. میگم این سعید کجاست؟ از گرسنگی در ضعف گرفتیم. مجده مجده. مجده مجده. سمرا بچهش به دنیا اومد. ای بسلام. پسر کاکلزری این هو باباش. ولی نه نه این قطعا خیلی خوشگل‌تره. صبر کنید ببینم صبر کنید مگه تو سونه گرفتی نگفته بود دختره. حالا که پسره تو چی کار داری؟ خودت هم که گفتیم پسره. اصلا میبینه آقا فریدون اصلا تشخیص من بیداد میکنه. من از اول تشخیصم همین بود. آفره گلی خانم، این به خاطر مطالعتون ها. صد درصد صد درصد مطالعه علی خصوص جدول و سرگرمی. عسل و زرده تو ببخشید. حالا دیگه شما بریم، من برم به مسعود خبر بدم. بفرمایید مسعود، مسعود، اگه گفتی چی شده؟ سمیره طوری شده؟ بچهت به دنیا اومد. نه بابا. آره بابا، اگه گفتی چیه؟ دختره دیگه. نه، اون یکی. بچه هست. بچه بودنش که بچه هست، دختر نباشه چیه؟ پسره. یه پسر کاکل به سر. حالا به مطالعه من ایمان آوردی؟ آره، عمه شدی. آش، ترکید. چرا باید جمعش کرد حالا اینو؟ خودش هم بهم گفته. ولی این حالتش مربوط به آنفولانزاشه. کهنه هم شده. مثل که اصلا توجهی بهش نکرده. اما تو زندون بهش گفته بودن که سرطان داره. من که نمیتونم متوجه بشم. اما شما نگران نباشین. سرطان انواع مختلف داره. اگه همون پیش رفته یا به قولی همون بدخیمش باشه خیلی زودتر از اینا باید عوارضش نشون میداد. شما اصلا نگران نباشید، باید منتظر جواب پونکسیون مغز و استخوانش باشیم. انشالله که منفی باشه. خدا کنه همین جوری باشه که شما میگی. آی دکتر بابا جونم، 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 ب